ابرانیان فصل 13 هم. چنان که شایسته برادران در مسیح است، یک دیگر را دوست بدارید. همیشه مهمان نواز باشید، زیرا بعضی ها با چنین کاری به آن که خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند. زندانیان را چنان که گویی با ایشان هم زندان استید به خاطر داشته باشید و ستم دیدگان را فراموش نکنید، چون شما هم مانند آنها ستم دیده اید. همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند، زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد خواه متأهل به جزا خواهد رسانید. نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچی دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. پس ما میتوانیم با اطمینان بگوییم: خدا مددکار من است، من نخواهم ترسید. انسان چی میتواند به من بکند؟ رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید. در باره عاقبت کار و زندگی آنها فکر کنید و از ایمان آنان پیروی کنید. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم هست. نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را گمراه کند. روح انسان با فیض خدا تقویت می شود، نه با قواعد مربوط به غذاها، زیرا کسانی که از این قواعد پیروی کرده اند سود نبرده اند. ما مسیحیان قربانگاهی داریم که کاهنان خیمه مقدس حق خوردن از قربانی آن را ندارند. کاهن اعظم خون ایوانات را به عنوان قربانی گناه به قدس الاقداس می برد، ولی اجساد این ایوانات دور از خیمه ها سوخته می شد. به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. پس بیایید تا دور از خیمه ها پیش او برویم و در رنگ و خواری او شریک شویم، زیرا برای ما در این دنیا هیچ شهر ابدی نیست و به این جهت ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر می شود. پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این است قربانی ما به درگاه خدا. هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد. از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان حافظان جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت فایده برای شما نخواهد بود. برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که برخلاف وجدان خود عمل نکرده ایم، بلکه همیشه آنچی را درست است و جا می آوریم. مخصوصاً از شما تقاضا می نماییم که دعا کنید تا خدا مرا هرچی زودتر نزد شما برگرداند. خدا که سرچشمه سلامتی است، خداوند ما عیسی مسیح را که چوپان بزرگ گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان و عهد ابدی را تأیید کرد. همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا آماده گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچی که او را خوشنود می سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا به ابد از مسیح است. آمین. ای برادران، تقاضا می کنم و این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشتم. می خواهم بدانید که برادر ما تیموتائوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا بیاید ما با هم به دیدن شما می آییم. سلام ما را به تمام رهبران و تمام مقدسین برسانید. ایمانداران در ایتالیا به شما سلام می فرستند. فیض خدا با همه شما باشد.